بعد رسد. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه رصد. موضوع این هفته برنامه‌مون در ادامه هفته گذشته باز هم بررسی نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران و نوع برخوردی هست که روحانیت با مواجهه سنت و تجدد داشت. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی و همچنین حجت الاسلام ابو طالبی و در کنار این دو عزیز خدمت آقای سید حسین شهرستانی هستیم که انشالله بحث رو با این سه عزیز پی خواهیم گرفت تا ببینیم که نقش روحانیت چگونه خواهد بود. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر عبدالکریمی که در این برنامه در خدمتشون هستیم. آقای دکتر خواهش میکنم اگر مقدمه رو در ابتدای بحث دارید در خدمتتون باشیم تا من سوالات رو مطرح بکنم. منم خدمت شما به دست اندرکارون برنامه و همین های شنوندگان عزیز عرض سلام و عرض ادب دارم. خب در برنامه گذشته به صورت اجمالی راجع به مواجهه‌ای که بین سنت و تجدد در تاریخ معاصر ایران پیش اومده صحبت‌هایی شد و علل خصوص نقش روحانیت و نظری که روحانیت در این مدت در طول تاریخ معاصر ایران در خصوص این چالش جدی تاریخ معاصر ما داشته. البته خب آقای دکتر عبدالکریمی دسته‌بندی‌هایی رو کردند و به صورت کلی هم خب اعتقادشون این بود که ما راه برون رفت خیلی جدی پیدا نکردیم از این چالشی که با غرب پیدا کردیم و با مدرنیته پیدا کردیم در طول تاریخ معاصرمون. البته حالا ما در این خصوص بحث رو با مهمانان دیگر هم پی خواهیم گرفت تا ببینیم که نتایج تضارب آرا و بحثی که بین مهمانان عزیز برنامه خواهد بود چگونه پیش خواهد رفت. آقای دکتر در خصوص نسبتی که روحانیت با مردم پیدا کردن در طول تاریخ معاصرمون و حالا مردم رو از این جهت عرض میکنم که نیروی پیشبرنده تاریخ در هر صورت آحاد مردم اون جامعه هستن حالا در هر دوره تاریخی، نسبتی رو که روحانیت با این
بدنه مردم جامعه ما با آحاد مردم داشت چگونه بود؟ در حالا به دنبال، یعنی با محوریت اون سوال اصلی خودمون، یعنی این مواجهه‌ای که بین سنت تجدد شد، روحانیت این قضیه رو چگونه پیش برد؟ یعنی ارتباطش با مردم چگونه بود از منظر شما؟ من برای اینکه یک ارتباطی بین بحث این جلسه با بحث هفته قبل برقرار بکنم، چون بحث هفته گذشته در مورد در واقع نحوه مواجهه روحانیت با مدرنیته و سنخ شناسی اون بود، درست، اما این جلسه بحث در مورد نحوه مواجهه روحانیت با مردم شد. حالا اگر بخوایم این دو تا سوال رو به هم ارتباط بدیم، اجازه بدید من یک مقدمه عرض بکنم، و اون این که وقتی از ما مدرنیته صحبت میکنیم، در واقع جریانات و پدیدارهای متعددی دست به دست هم میدن تا چیز رو میسازن که ما ازش به عالم مدرن یا مدرنیته تعبیر میکنیم. به طور خلاصه عناصر قوامبخش مدرنیته رو میتوانیم رنسانس، نهضت روشنگری و انقلاب صنعتی و عنصر چهارم انقلاب کبیر فرانسه بدونیم. بله. در رنسانس یک نوع بازگشت به در واقع یونان میشه و اعتراض به قرون وسطا، به ارزش‌ها و نحوه نگرش قرون وسطایی. در نهضت انلایتنمنت یا عقلانیت، به اصطلاح نهضت جنبش انلایتنمنت، در واقع تلاش بر آزادسازی عقلانیت از به اصطلاح باورها و ایمان کلیسایی است. در انقلاب صنعتی در واقع تحولاتی در عرصه صنعت شکل میگیره و این انقلاب صنعتی فقط انقلاب در صنعت نبود، بلکه انقلاب در همه چیز بود، یعنی همه مناسبات اجتماعی رو دگرگون کرد. و آخرین نکته، در واقع آخرین به اصطلاح روندی که به ظهور عالم مدرن کمک کرد، ظهور به اصطلاح انقلاب کبیر فرانسه است که آزادی سیاسی، حقوق مردم و در واقع آزادی فرد از اتوریته‌های سیاسی رو برای عالم مدرن برمغان میاره. وقتی ما با دوران مدرن مواجه میشیم، اولا در دوره هستیم که در اسیر انحطاط تاریخی خودمون هستیم، دیگه در واقع اون دوران شکوفایی تاریخی و تمدنی ما که در قرون اولیه صدر اسلام تا قرون پنجم و ششم هست، در واقع دیگه وجود نداره، یعنی ما دوچار یک نوع انحطاط تاریخی شدیم. پدیدار روحانیت هم از این دوره تاریخی و از این انحطاط تاریخی به هیچ وجه دور نیست و یک رابطه متقابل داره، یعنی انحطاط تاریخی تمدنی و دوران تاریخی ما بر انحطاط روحانیت نقش داشته و انحطاط و عقب افتادگی روحانیت بر انحطاط تمدنی و انحطاط اجتماعی تاریخی ما نقش داشته. وقتی ما با جهان مدرن برخورد میکنیم، اولا چیزی به نام رنسانس در عالم ما وجود نداشت، یعنی یک نوع بازگشت. اگر بازگشتی هم وجود داشت، یک نوع اخباریگری بود، یک نوع بازگشت به سنت سلف بود به معنای اخباریگری و مبارزه با هر گونه عقلانیتی که در واقع عقلانیت یونانی به یک معنا برای ما به ارمغان آورده بود. چیز شبیه دوران روشنگری و عقلانیت روشنگری برای ما شکل نگرفته بود، یعنی اعتراض به سنت تاریخی در دیار ما، در فرهنگ ما شکل نگرفته بود. انقلاب صنعتی هم که به طریق اولا در میان ما وجود نداشت. لذا وقتی ما با عالم مدرن برخورد میکنیم، در واقع با بیرونی ترین لایه مدرنیته، یعنی تحولات سیاسیش برخورد میکنیم و اوجش در مشروط است. حالا اگر ما بخوایم از طریق بحث در حوزه رابطه روحانیت با مردم به اصطلاح یک نگاهی به تاریخ روحانیتمون داشته باشیم، ببینید مباحث فقهی ما عموما در حوزه فقه سنتی و اون جایی که به نحوی شاید بشه ازش فقه سیاسی رو تعبیر کرد، که در واقع روزنه بسیار مناسبی هم برای سنخ شناسی روحانیت شیعه در مواجهه با مدرنیته، چون تو سه حوزه دیگه حرف نداشتیم، اما در این حوزه میتوانیم قیاسی بکنیم بین ارزش‌های دوران مدرن و فقه سیاسی خودمون. در به اصطلاح در دوران صفویه و در دوران به اصطلاح قاجار، اگر ما مباحث فقهی در حوزه فقه سیاسی رو زیر رو بکنیم، عموم روحانیون شیعه معتقدن که در زمان غیبت، در زمان غیبت امام معصوم، در واقع حکومت‌های غیر معصوم قاصب هستن.
اما در میان علما و روحانیون و فقها یک نزاع نظری وجود داره، نه یک نزاع عملی. یعنی نزاع نظری ظاهری وجود داره اما در عمل به یک چیز ختم میشه که حالا توضیح میدم. گروهی از به اصطلاح علما هستن و روحانیون که نظریه سلطنت مسلمان ذی شوکت رو مطرح میکنن. مطابق بسیار این نظریه بسیار از علما اعتقاد دارن که سلطنت و سلطنت سلطان قاهر اگر توانایی حکومت بر کشور رو داشته باشه، مشروط به اینکه به علما، فقها و شریعت احترام بگذاره و به ظواهر شریعت هم احترام بگذاره، میتونه بدون اذن فقیه حکومت بکنه و لازم نیست حکومت رو مشروعیتش رو از فقیه بگیره. چهره مثل علامه مجلسی در واقع این دیدگاه رو قبول داره. در دوره قاجار هم همین تلقی تا زمان مشروطه ادامه داد. خب آقای دکتر، در خدمت جناب آقای ابوطالبی دکترای علوم سیاسی هم هستیم. آقای ابوطالبی من خدمتتون سلام عرض میکنم. بله بنده هم خدمت شما و مهمان محترم برنامه‌تون و شنوندگان عزیز سلام و عرض بخیر میکنم در خدمتتون هستم. آقای ابوطالبی، من سوالی که از جناب آقای دکتر عبدالکریمی پرسیدم، نمیدونم از کجای بحث در جریان موضوع بودید، من سوال پرسیدم از نسبت بین روحانیت و مردم در تاریخ معاصر اون و اینکه مردم، چون جلسه قبل هم ما صحبتمون در مورد مواجهه روحانیون با بحث چالش سنت و تجدد در تاریخ معاصر ایران بود و سوال رو الان برگردوندیم به این سمت که ببینیم روحانیت در حاشیه این چالشی که شکل گرفته نسبتشون رو با مردم چگونه مشخص کردن و چگونه مردم رو از این مسیر عبور دادند. آقای دکتر عبدالکریمی رو اگر حالا در جریان صحبتشون قرار گرفته باشید، نمیدونم شنیدید صحبتای ایشون رو؟ من یه چند دقیقه از صحبتایشون رو شنیدم، کامل نقل از وسطای صحبتشون. بله، ایشون بحث رو حالا میخواید نظر شما رو اول بشنویم بعد در ادامه اگر به گفتگو برسیم بیشتر با نظر هم آشنا خواهید شد. شما، من خواهش میکنم که همین سوال اگر ممکنه بهش پاسخ بدید. خدمت شما عرض بکنم که فقط آقای ابوطالبی اگر امکانش هست مقدار بلندتر صحبت بکنید. بله، اگه منظورتون نقش روحانیت در دورانی که به اصطلاح حالا از مواجهه ما با مدرنیته صحبت میفرمایید و رابطه اینها با مردم و به تعبیر جناب عالی چگونه مردم رو در حقیقت از این دوران گذر دادند، من تحلیلم در حقیقت از فضایی که بعد از رنسانس در غرب شکل گرفت. بله. و در حقیقت همزمان با اون فضایی که در کشور ما شکل گرفت این گونه است که ببینید، با رنسانس در حقیقت یک تحولی در غرب آغاز شد که به نظر من جوهر این تحول اومانیسم و سکولاریسمه و به نوعی جدا کردن دین از عرصه‌های عمومی زندگی. غربی ها بنا به دلایل موقعیت خاص سیاسی اجتماعی خودشون و فضای دینی حاکم بر غرب به این نتیجه رسیدند و این حرکت رو آغاز کردند و تحولاتی هم داشت. یعنی این نوع تفکر به صورت فکری و فلسفی و نهضت هایی مثل پروتستانتیسم و جنبش اومانیسم و اینها شروع شد و در قالب عینی هم در به اصطلاح همونجوری که آقای دکتر هم اشاره کردن در قالب انقلاب فرانسه و انقلاب های لیبرالی در اروپا و در قرن 20 هم با قالب انقلاب های سوسیالیستی در روسیه و چین و اینها به اصطلاح در قالب نظام های عینی این فضای فکری نمود پیدا کرد. بله. و نهایتا هم دو تا نظام به طور اینی، یک نظام لیبرالیستی و یک نظام سوسیالیستی به طور اینی، از دل این نوع تفکر بیرون اومد که حالا در حقیقت به طور به اصطلاح اینی نظام های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اینها هم با این دو تا تفکر در حقیقت در غرب شکل گرفت. بله بله. همزمان با رنسانس در ایران در حقیقت ما ظهور صفویه رو داریم. ما با ظهور صفویه در حقیقت به نظر بنده یک حرکتی در ایران آغاز شد که برخلاف اون حرکتی بود که در غرب آغاز شد. اونها شروع کردن دست جدایی دین از عرصه های عمومی رو. ما در دوره صفویه با نگاه البته شیعی
به نظر من آغاز کردیم حضور در حقیقت دین با نگاه شیعی رو در عرصه های عمومی که حالا قالب نمود بیشترش تو همون عرصه حکومت بود، یعنی صفویه با رسمیت تشیع و دعوت از فقهای شیعه برای حضور در حکومت و بعدها فعالیت های فرهنگی که در روی صفویه رخ داد، شیعه رو در حقیقت آرام آرام در عرصه های عمومی زندگی ایرانیان گسترش بیشتری دادن. بله. و این حالا با فراز و نشیب هایی که داشت که حالا باز اون بحث جنبش های مختلفی که بوده رو حالا من صحبت رو خواهم کرد، نهایتا به انقلاب اسلامی و در حقیقت تشکیل یک نظام سیاسی دینی بر مبنای در حقیقت ولایت فقیه و فقه منجر شد. درست. که حالا مشابه در حقیقت انقلاب های اونجا، ما هم تو اینجا در حقیقت جنبش هایی داشتیم و نهایتا هم انقلاب اسلامی رو. بله بله. منتها این حالا تو این فضایی که عرض کردید، ببینید در همه در حقیقت اولا از بعد از صفویه به اعتراف خیلی از افراد از جمله خانم نیکی کدی که راجع به ایران هم خیلی نوشتن و تحقیقات دارند، بله، تشیع جزئی از هویت ملی ایرانیان شد و در حقیقت فرهنگ شیعی جزئی از فرهنگ عمومی ایرانی ها شد و لذا شما میبینید به ویژه از بعد از صفویه و حالا خصوصا از اوایل قاجاریه به این طرف، بله، تحولات سیاسی مهمی که ما در کشور داشتیم و عمدتا هم در مواجهه با غرب بود، حالا یا در بعد در حقیقت نظامی بود مثل جنگ های ایران و روس، یا در بعد قراردادهای اقتصادی و سیاسی بود مثل نهضت تنباکو، یا فضاهای در حقیقت جنبش‌های سیاسی مثل نهضت مشروطه که حالا اونجا دیگه باز مواجهه مقداری سیاسی و تا حدودی هم فکری است، منتها بیشتر بعد سیاسی و نظام سیاسی داره. بله. توی همه این تحولات مهم سیاسی و حتی تحولات بعدی مثل نهضت نفت و انقلاب اسلامی، مهمترین عامل و مؤثرترین عاملی که مردم رو در حقیقت تو این جنبش ها راه برد و مردم هم بر اساس اون عامل حرکت کردن و در خیلی از مواقع هم به پیروزی های خوبی دست یافتند، به نظر بنده مهمترین و مؤثرترین عنصر عنصر ولایت، ولایتی که در حقیقت وجه مایز در حقیقت همون تفکر شیعه و سنی است و ولایت و معنای محبت اهل بیت، تنفر از دشمنان اهل بیت و ولایتی که در عصر غیبت در قالب نیابت عام در فقها شکل گرفته و این اعتقاد به نیابت عام در حقیقت حالا در جنبش های مختلف حتی در جنبش مشروطه در حقیقت راهبر مردم ما بوده. حالا مستنداتش هم اگر فرصت بود من عرض. بله بله ممنونم. جناب آقای شهرستانی من خدمت شما سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم من هم خدمت شما و کارشناسان و اساتید محترم برنامه‌تون. اگر امکانش هست یه مقدار هم بلندتر صحبت بکنیم. بسیار. جناب آقای شهرستانی کارشناسی ارشد جامعه شناسی در خدمتشون هستیم. آقای شهرستانی بحثی که ما داشتیم اینجور که به من اطلاع دادن شما از اول در جریان بودید. سوالی که الان برای من مطرح هست که البته خواهش میکنم که همه مهمانان هر سه بزرگوار هم یه مقدار سوالات کوتاه‌تر جواب بدن که بتونیم بحث رو بگردونیم چون زمانمون هم محدود هست. نکته ای که هست اینه که حالا من اگه بخوام یه مقداری هم روی اون بحث نسبت روحانیت و مردم توجه داشته باشه، هم در این حال به اون صحبتی که آقای عبدالکریمی فرمودن ما نظر داشته باشیم. حتما ببینید یک نظر هست در خصوص اینکه علما چه مواجهه‌ای رو با مفاهیم غربی که حالا ترجمه شدن و وارد فضای اندیشه‌ای اون دوره ایران شدن و فضای اجتماعی اون دوره ایران شدن داشتن. برخی ها نظرشون این هست که علما تفسیر خودشون رو از این کلمات داشتن، با اینکه حالا اونها از منظر غربی طرح شده بودند و اصلا غربی ها روشنفکران اینها رو وارد فضای اندیشه کرده بودند تا به اون حالا اهداف خاصی که داشتن برسن در اون دوره. این رو شما چقدر واقعی میبینید و این
چقدر اون تحلیل هایی رو که علما از اون واژه ها داشتن، اما از مثلا حالا استبداد، آزادی یا امثال هم، اینها رو چقدر دینی میبینید، یعنی از منظر خود فقها و علما میبینید، و چقدر از منظر غربی، یعنی این مواجهه رو چگونه دیدید شما؟ بحث کلی مواجهه روحانیت و مواجهه کلن در واقع تفکر دینی و سنتی ما با تجدد یه بحث مستوفا و پردامنه‌ایه. در این زمینه خب حالا نظراتی وجود داره، یکی از نظرات مشهور اینه که در واقع روحانیت مواجهش با تجدد و پدیده‌های مدرن مواجهه مثلا شبه کلامی و مواجهه عقیدتی کلامی دفاعی به این معنا بوده که در واقع تجدد رو در قالب این مواجهه به صورت دقیق و عمیق نتونسته بشناسه. در این مورد اولا نکات درستی در این سخن وجود داره، اما به نظر من چند تا مسئله رو باید لحاظ کرد تو این زمینه. یکی این که واسطه مواجهه علما در طول حالا 100 سال 200 سال اخیر با تجدد کیا بودن و چه زمینه هایی بوده. بله. این نکته خیلی مهمیه خودش. واسطه مواجهه علما با تجدد اتفاقا روشنفکران بودن و اتفاقا این روشنفکران بودن که تجدد رو به صورت معوج و به صورت با تصویر کاملا مخدوش به علما عرضه کردن و وارد جامعه ایرانی کردن. دقیقا این روشنفکران بودن که وجهه ساختاری تمدنی تجدد رو بیش از وجهه فلسفی و نظری و افق معرفت شناختیش به ایران منتقل کردن. دقیقا روشنفکران بودن که جنبه های فرهنگی و جنبه های خاص جامعه اروپایی و مثل مثلا فرهنگ پوشش اروپایی رو بیش از اون حدی بهش بها دادن که در واقع فلسفه های مدرن رو باید بهش بها می دادن. و با این نوع انتقال مخدوشی که روشنفکران انجام دادن، چون علما خودشون بیواسطه با تجدد مواجه نبودن، با این نوع معرفی مخدوشی که روشنفکران با رفتار سیاسی خودشون، با اظهارات سیاسی خودشون، با حرکات ضد دینی و ضد عرف شرعی خودشون در دوران تاریخ معاصر انجام میدادن، باعث شدن که این مواجهه خاصی که علما نسبت به تجدد از خودشون بروز دادن شکل بگیره. نکته دومی که در مورد بحث مواجهه کلامی علما با تجدد وجود داره اینه که به نظر میرسه که این اتفاق خیلی بدی و تازه‌ای نیست. خود جهان مدرن هم با دنیای‌های غیر مدرن، با جهان اسلام و هویت‌های فرهنگی غیر مدرن مواجهه به اصطلاح کلامی و ایدئولوژیک برقرار میکنه و هیچ وقت در واقع جهان مدرن دنیا و تمدن بیرون خودش رو با یک نگاه بله متاسفانه ارتباطمون قطع شد با آقای شهرستانی. آقای دکتر، حالا تا ارتباط مجددمون برقرار بشه با آقای شهرستانی، هم من می‌خواستم این سوال رو مطرح بکنم که با توجه به صحبت‌های آقای ابوطالبی که فرمودن مفهوم جدیدی طرح شد تحت عنوان ولایت بعد از صفویه تا به امروز، و این حالا تحت عنوان ولایت عام نیابت فقها رو برای اداره جامعه به عهده اونها میسپرد و اونها از صفویه که تشیع حاکم میشه تا برسن به دوره مشروطه و بعد هم تا انقلاب اسلامی به یه نوعی این رهبری رو در اختیار داشتن. شما اشارتون این بود که علما بیشتر از این منظر به قضیه نگاه میکنن که اگر حاکمی هم میاد ظواهر شریعت رو رعایت بکنه تا بتونه به نیابت از حالا فقها یا به نیابت از امام غائب مثلا حکومت رو اداره بکنه. در مورد این مفهوم ولایت و اینکه آیا اون چه که در تاریخ معاصر ما رخ داده با رهبری روحانیت، این کارکرد ولایت رو شما میتونید ببینید توی تاریخ معاصر؟
من اولا از مجریان برنامه تشکر کنم که من به عنوان مهمان برنامه بودم، اما تقریبا برنامه به نیم رسید و مهمانهای تلفنی ما در واقع بیشترین وقت رو داشتن. ای کاش میشد من تلفنی در خدمتون بودم و مهمانان تلفنی در استودیو حضور داشتن. به حال سپاسگزارم از این حسن سلوک. نکته بعدی، به اعتقاد من دوستان ما در واقع تاریخ رو بیان نمی کنن. آنچه اونها بیان می کنن یک نوع تاریخ سازی ایدولوژیکه، یعنی تاریخ رو از این ور قضیه دارن می خونن. مثلا وقتی مهمان اول برنامه می فرماین که در دوران صفویه یک رنسانسی شکل گرفت و با در واقع شیعه آغاز کرد که وارد عرصه عمومی بشه، هیچ به لحاظ هرمنوتیک توجه ندارن که مفهوم عرصه عمومی که مفهوم مدرنه. مفهوم مدرنی مثل پابلیک اسفیر یا عرصه عمومی رو که یک مفهوم مدرنه رو ما گرفتیم، حالا داریم بر اساس اون تاریخ خودمون رو تفسیر میکنیم. اساساً چه در روحانیت اسلام به طور کلی و چه در روحانیت شیعه بحثی به نام عرصه به اصطلاح عمومی وجود نداشت. شما مهمان دوم برنامه که وقتی بر روی نقش روشنفکران در معرفی غرب به اصطلاح صحبت میکنن، اصلا توجه به این نکته ندارن که روشنفکران در واقع یک آنتیتز بودن در برابر انحطاط تاریخی ما و روحانیت یک بخشی از این سنت تاریخی ما بود و در واقع روشنفکران ما هم اگر در واقع به یک نحو بیمارگونه ای هم با غرب نسبتی برقرار کردن، اما یک دردی داشتن و اون درد انحطاط تاریخی بود که ما اسیرش بودیم و تا قبل از دوره جدید متولی فرهنگ، متولی آموزش حوزه های علمی و روحانیت ما بود و چیز دیگری غیر از روحانیت و فرهنگ سنتی وجود نداشت. و همچنین همه به اصطلاح رهبران فکری دوره جدید در جهان ما هم همه از روشنفکران غرب زده نبودن. یعنی 5 چهره اول به اصطلاح تاریخ روشنفکری که همه ذکر میکنن، مثل طالبوف تبریزی، آخوندزاده، میرزا ملک‌خان، آقاخان کرمانی و از همه مهمتر سید جمال‌الدین اسدآبادی، اینها چنین نبود که فریاد بیدار باشی که زدن در واقع همه در درگیری کامل با سنت باشه. اما همین چهره ها هم در واقع از جانب روحانیت ما حمایت نشد. سید جمال الدین اسدآبادی چه دربدری‌های رو از این کشور به اون کشور، از سراسر بلاد اسلامی از این دربار به اون دربار کشید. اگر او در وطن خودش، در موطن خودش مورد حمایت قرار می گرفت که در واقع یک چنین سرنوشتی شاید او و جهان اسلام پیدا نمی کرد. یا بعد از انقلاب آیا کسانی مثل شریعتی نبودن که بازگشت به خیش رو مطرح کردن و غرب زدگی رو، اصلا مفهوم غرب زدگی رو روشنفکران ما تو دهن روحانیت ما انداختن. غرب زدگی مفهومی بود که روشن فکری و یک دانشگاهی، چون مرحوم فردید اولین بار مطرح کرد، جلال احمد با کتاب غرب زدگیش مفهوم غرب زدگی رو در واقع پاپیولار کرد، عمومیش کرد. شریعتی بود که بازگشت به خیش رو نوشت. اما این بزرگواران نمونه مثلا مشخصش، فرض بکنید نحوه برخورد روحانیت ما با روشنفکری که در واقع بر روی اصالت‌های سنتی و تاریخی ما تکیه می‌کرد مثل شریعتی، روحانیت ما همچنان برخورد در واقع منصفانه و عادلانه هم نداشت. به حال من فکر میکنم آنچه که دوستان ما در مورد تاریخ روحانیت بیان میکنن، بیش از اون که بیان تاریخ باشه، گرایشات سیاسی و ایدولوژیک خودشون رو بیان میکنن. آنچه که عرض میکنن تاریخ نیست، بلکه یک تاریخ سازی بر اساس ارزش‌های قدرت سیاسی موجود. و اگر ما چنین برخورد بکنیم، در واقع خود روحانیت و خود اسلام اولین قربانیانش خواهد بود. یعنی اگر ما به یک نوع آسیب شناسی اساسی به بنیادین نپردازیم و شروع نکنیم نقطه ضعف روحانیت در برابر جهان مدرن رو ارزیابی کنیم، در واقع در همون مسیر گذشته حرکت خواهیم کرد و با چالش‌های بسیار بسیار جدی روحانیت ما مواجه خواهد شد و نهایتاً به همون سرنوشتی خواهد رسید که روحانیت به اصطلاح کلیسای مسیحی رسید. یعنی در واقع حضور داره اما در حاشیه و دیگه در متن فرهنگ و تمدنی خودش نقش هژمونی و رهبری رو نخواهد داشت. اگر ما این آسیب شناسی رو بر اساس گرایشات سیاسی و ایدئولوژیکمون شروع نکنیم، به نظر من روحانیت خود اولین قربانی روان خواهد بود. به اعتقاد من صحبت کردن در مورد روحانیت خودمون اصیل یک نوع فرهنگ عوامانه و تحت تاثیر گفتمان قالب سیاسی کشوره. این یک برخورد علمی و تاریخی با واقعیت تاریخی ما نیست. بفرمایید آقای عبدالکریم. متاسفانه جناب عبدالکریمی میگن ما ایدئولوژیک برخورد میکنیم و به نوعی حالا علمی نیست و این حرفا، نوع برخورد خودشون که متاسفانه بدتره که جناب عبدالکریمی زیبنده است. حالا
فرصت ها رو تقسیم میکنن، ما از تلفن شما حضوری، اصلا اینا شایسته بحث علمی نیست. بحث علمی ما باید پیش ببریم، فوری هم اتهام نزنیم. چرا ما ایدئولوژیکیم شما ایدئولوژیک نیستید؟ ما اگه بخوایم بگیم که در حقیقت، بنده هم معتقدم که دقیقاً و اینو هم عرض خواهم کرد، جناب عبدالکریمی کاملا ایدئولوژیک دارن نگاه میکنن، منتها با نگاه غربی. یعنی در حقیقت ما بیان ببینیم واقعیت تاریخ سیستم ما دکتر عبدالکریمی، آیا واقعا شما میفرمایید غرب زدگی، آیا بحث غرب زدگی لزوما باید علمای ما لفظ غرب زدگی رو به کار میبردند، یا از غرب زدگی به معنایی که در حقیقت یک نوع وابستگی به غرب و به نوع خاصی که حالا بحث جلال آل احمد طرح میکنه این نوع ادبیات رو طرح بکنن، لازم نیست صرفا لفظ بیاد. شما کتاب تاریخ دوخانیه مرحوم شیخ حسن کربلایی که از شاگردان میرزا شیرازی است و یک کتاب مال همون دوره نهضت تنباکوست، این رو ملاحظه بفرمایید، مصادیق مختلف غربزدگی رو اینجا شیخ حسن کربلایی بهش اشاره کرده به خاطر ورود انگلیسی ها به ایران و نوع قرارداد تنباکو و سلطه. جناب آقای ابوطالب اگر امکانش هست یه مقدار بلندتر صحبت بکنید. بله، و سلطه انگلیس بر ایران. شما ادبیات شیخ فضل الله نوروز در 100 سال پیش قبل از جلال آل احمد و فضاهایی که بحث غربزدگی رو طرح کردن ببینید، اونها به همین محتوای غربزدگی اشاره میکنن. یا بحث مفهوم عرصه عمومی، ما که با اصطلاحات کاری نداریم، چرا شما همه چیز رو میخواید با بحث مدرن غرب بسندید؟ عرصه عمومی یعنی عرصه های عمومی زندگی که در حقیقت مصادیق مختلفی داره، یکیش هم سیاسته. و من بنده وقتی عرض میکنم که تشیع وارد عرصه های عمومی شد، یعنی وارد همین مصادیق عرصه های عمومی که در کشور وجود داشته. یعنی اساسا عرصه عمومی از دوران مدرن به بعد در جامعه بشری شکل گرفت. یعنی قبل از دوران مدرن در جامعه بشر عرصه عمومی وجود نداشت. شما دارید فقط ذهنی با الفاظ صحبت میکنید. عرصه عمومی به مفهوم مدرنش در جهان گذشته وجود نداشت، عرصه زندگی وجود داشت، اما عرصه زندگی که گذشتگان داشتن غیر از اون چیزیست که امروز ما بهش به عرصه عمومی به معنی فنی کلمه به اصطلاح تفسیر و تعبیر میکنیم. چرا شما بفهمید عرصه عمومی معنی مدرنش یعنی چی؟ عرصه عمومی یعنی به اصطلاح عرصه‌ای که مردم با اندیشه‌هاشون در فضای مثل فضای مطبوعات، فضای رسانه‌ها میتوانند در واقع قدرت سیاسی رو تحت تأثیر قرار بدن. به این معنا چیزی در به اصطلاح در به اصطلاح جهان سنت ما به معنای باید مطبوعات باشه، یا باید مردم خودشون از طریق اندیشه‌هاشون حکومت رو تحت تأثیر قرار بدن. حالا من هم در مورد نقش مردم اگر فرصت باشه توضیح خواهم داد که مردم اساساً این که مردم به تعبیر جناب عالی با اندیشهشون قدرت رو تحت تأثیر قرار بدهند، این عرصه عمومی هست یا نیست؟ بله. خب وقتی در نهضت تنباکو مردم به رهبری میرزا شیرازی، بزرگترین قدرت خارجی و قدرت استعماری مثل انگلیس و بزرگترین قدرت سیاسی استبدادی مثل ناصرالدین شاه رو به زانو در میارن، این حضور در عرصه عمومی هست یا نیست؟ به یک معنا بله، تحت تاثیر جهان مدرن و اندیشه‌های مدرن این تحولات در ما هم وجود داشت. اصلا مدرنی وجود نداره. یک قرارداد چرا این حرفو میزنید آقای طالبی؟ بین المللی بسته شده در عرصه عمومی، مردم اومدن با تفکر ولاییشون و با پیروی از فتوای ولایی میرزا شیرازی به این اعتبار که او را نائب عام امام زمان میداند و این در اسناد تاریخ ما ذکر شده، این تاریخ ماست و سندهای متعدد تاریخی دارد، به همین اعتبار مردم وارد شدند و سیاست و قدرت سیاسی رو تحت تأثیر قرار دادند. آقای عبدالطالبی شما داخلی و استعمار خارجی رو به زانو در آوردند. اولا راجع به این حادثه تاریخی باید به نظر من یک بازنگری دیگه بشه. من در صلاحیت تاریخیم نیست، اما ما می توانیم حادثه رژی، حادثه تنباکو رو با یک نگاه دیگری هم مورد بررسی قرار بدیم و این نیاز رو داریم که این به اصطلاح حوادث چقدر به نفع ملت ما و تاریخ ما تموم شد و چه اثرات زیانبار دیگه هم داشت. نکته بعدی که شما از این حادثه نتایجی رو بر این حوادث تاریخی بار میکنید که به هیچ وجه ازش بیرون نمیاد. این حوادث نشان میدهد که روحانیت ما در طول تاریخ همواره از یک پایگاه اجتماعی و قدرت برخوردار بوده است. در کنار سلطنت و قدرت سیاسی، روحانیت ما از یک پایگاه اجتماعی و قدرت به اصطلاح تاثیرگذاری مذهبی هم برخوردار بوده است، کسی در این شک نداره. اما از این که شما بتوانید از حادثه‌ای مثل این حادثه نشان دهید که سرنوشت تاریخی ما چیزی متمایز
حایز از سرنوشت تاریخی همه جهان است، به اعتقاد من ناشی از عدم درک فلسفی از سکولاریسم و اومانیسم که روزگار جدید رو به اصطلاح در بر گرفته و مسئله رو بسیار ساده میکنه که در جهانی به ذات سکولار ما میتوانیم حکومتی ولایی و دینی داشته باشیم. بله آقای جهان به ذات سکولاریسم بحث داره به سمت خارج از موضوع هدایت میشه. البته من آقای شهرستانی یه مقدار اگه ممکنه بلندتر صحبت بکنم. بله بله، من فکر میکنم یه مقدار بحث داره خارج از موضوع رقم میخوره. به نظر من در مورد نقش روحانیت و تاریخ سیاسی معاصر ایران باید چند تا نکته اساسی رو در نظر بگیریم. اولا من اجمالا بگم مفهوم عرصه عمومی اگه به معنای فلسفه سیاسی مدرنش در نظر بگیریم، بله به یک معنا عرصه عمومی به معنای مدرن کلمه یک پدیده مدرن و نوظهوره و به همین معنای مدرن و نوظهور بودنش اگر ما قالب نظریه ترقی تاریخی و نظریه نگاه گلوبال به مدرنیته نداشته باشیم، هیچ قصور و قصر و در واقع نقصی برای هیچ تمدن دیگری نیست که واجد عرصه عمومی نبوده باشه. عرصه عمومی زادگاهش تجدده به این معنای مدرن کلمه و فقدان عرصه عمومی به معنای مدرن کلمه برای تمدن اسلامی به نظر من هیچ فقدان و هیچ نقصانی رو در واقع ایجاب نمی‌کنه، مگر اینکه قالب یه نگاه مترقی در واقع دیدگاه ترقی تاریخی باشیم که در واقع مدرنیته رو پایان تاریخ بدونیم، مدرنیته رو سرنوشت محتوم همه بشریت بدونیم و آنچه که در عصر مدرن ظاهر شده و در آثار دیگه ظاهر نیست رو در واقع تلقی نقص بکنیم و تلقی نقصان برای اون دورهای تاریخی بکنیم. به نظر من هیچ کاستی نیست، یعنی ما جایگزین نظریه عرصه عمومی و دیدگاه فلسفه سیاسی مدرن نوعی رابطه امت و امامت، نوعی رابطه ولی و مردم هست که تو فلسفه سیاسی شیعی به خصوص ظهور داره و این الگوی سیاسی امروز جامعه ایرانی و الگوی سیاسی امروز انقلاب اسلامی هست و این الگو هم پاسخ داده. یعنی به نظر من تنها بدیل ممکن برای مدیریت تاریخ معاصر ایران همین الگو بوده که تنها انقلاب بزرگ، یعنی تنها حرکت سیاسی بزرگ مردم ایران تو تاریخ معاصر رو این الگو رقم زده. ببینید مدل‌های دیگه، جریان‌های روشنفکری، جریان‌های سیاسی مختلف تو تاریخ معاصر هیچ کدوم نتونستن بسیج عمومی که روحانیت با همین مدل مبتنی بر تفکر سیاسی شیعی رو، این بسیج عمومی که روحانیت انجام داد تو تاریخ معاصر هیچ کدوم از گروه‌های سیاسی، هیچ کدوم از احزاب سیاسی، هیچ کدوم از اقشار مختلف روشنفکر، چه اونهایی که وابسته به نظام‌های سیاسی بودن تو عصر پهلوی، چه اونهایی که وابسته نبودن، وابسته به شرق بودن، وابسته به غرب بودن، هیچ کدوم از اونها این بسیج سیاسی رو نتونستن انجام بدن. مهمتر از اون بسیج سیاسی در واقع پاسخ به مسئله هویتیه. به نظر من ارتباط بین بحث رابطه سنت و تجدد و بحث مردم که حالا تو این دو جلسه مورد بحث قرار گرفته، بحث بحران هویته. ببینید ما بعد از مواجهه با تجدد دچار یه نوع بحران هویت شدیم که تمام مسائل و حوادث بعد از دوران معاصر و بعد از مشروطیت محصول این بحران هویته. خب این بحران هویت از طریق هیچ کدوم یکی از اقشار مختلف روشنفکر تو ایران به پاسخ شایسته خودش نرسید. چه روشنفکران اولیه سکولار، چه روشنفکران در واقع تلفیقی که می‌خواستن دین رو با مثلا سنت رو با تجدد تلفیق بکنن، چه حالا گرایش‌های چپ چه گرایش‌های لیبرال، هیچکدوم از اینها پاسخ درستی به مسئله هویتی ندادن. نمود این که پاسخ درستی به مسئله هویتی ایران ندادن اینه که نتونستن در واقع گره از کار فروبسته جامعه ایران باز بکنن، نتونستن در واقع یه میزان، یه هویت شایعی که مورد عقیده توده های مردم قرار بگیره و مبنای عمل اجتماعی توده های وسیع مردم قرار بگیره، نتونستن همچی هویتی رو تدارک ببینن. تنها گروهی که تونست این کار انجام بده و تنها کسی که تونست این کار انجام بده روحانیت بود و امام بود که در واقع محصول عمل او و محصول جریان او انقلاب اسلامی بود. ببینید انقلاب اسلامی در شرایط بحران، این یه بحث جامعه شناختیه که من عرض میکنم، انقلاب اصولا در شرایط بحران هویتی امر منتفی و ممتنعه. بحران هویتی شرایطی ایجاد میکنه
که در اون شرایط کوچکترین عمل اجتماعی در کوچکترین دامنه اجتماعی خودش منتفیه، یعنی امکان پذیر نیست، چون عنصر هویت بخشی که میتونه آدم‌ها رو دور هم جمع بکنه و مبنای عمل مشترک قرار بگیره غایبه از صحنه. اما انقلاب اسلامی و وقوع انقلاب اسلامی به این معناست که برای حداقل یه قشر وسیع از جامعه ایران مسئله هویتی که مسئله سنت و تجدد بوده به راه حل در واقع اصلی خودش نزدیک شده. بله بله آقای شهرستانی ممنونم، اگر که اجازه بدین یه مقدار بحث با صحبت‌های عبدالکریمی ادامه پیدا بکنه تا بعد در خدمتتون باشیم. بله، مهمانان برنامه مطالب بسیار متعددی رو که معمولاً از تریبون‌های رسمی هم بارها شنیدیم مطرح کردن. خب مثل اینکه فرض کنید که فهم بنده فهم به اصطلاح پروگرسیو، فهم غربی است، فهم سکولاریستی است، فهم اومانیستی است. به هر حال شاید یک فرصت دیگری باید به این نکات پرداخت. فقط من یک نکته‌ای رو به مهمانان عزیز بگم و اون این که هیچ حقیقتی نمیتواند خود ارجاع باشد. فرض بکنه که بنده معتقد باشم من عبدالکریم بزرگترین تاریخ فلسفه معاصر هستم و تاریخ فلسفه به دو دوره تقسیم میشه، پیر بیژن عبدالکریمی، پست بیژن عبدالکریمی، یعنی تاریخ فلسفه با من دگرگون شد. تا زمانی که خودم ارجاعی برای ادعای خودم هستم، این ادعاهات فقط در حد رجز باقی میمونه. زمانی حقیقت حقیقت است که در واقع دیگران و رقبا نیز در واقع این ادعاها رو مهر صحه بگذارن. نکته دوم، شرط حقیقت این است که گفتمان به نحوی باشد که نظرهای رقیب هم بتواند مطرح شود، قدرت بسیج هم داشته باشند. اگر قرار باشد که من حریف خود رو از صحنه به لطایف الهلال و دلایل گوناگون حذف بکنم و بعد مدعی باشم که من قهرمان این کشتی هستم، به نظر من این دوتا آفتی است در مواجهه‌ای که ما با مسئله حقیقت داریم و از حقیقت دینی هم فاصله میگیره. این خود ارجایی بودن و اینکه خود رو ملاک ادعاهای خود بگیریم. اما من نکتم اینجا بود که قرار بود ما راجع به نسبت روحانیت با مردم صحبت بکنیم. اگر اجازه بدید من بحث خودم رو تا حدودی پیش ببرم و اونجایی که لازم میشه از نظر مهمانانم استفاده بکنیم. من بیان کردم که در واقع بر اساس رأی کلی در زمان غیبت به اصطلاح حکومت قاصب است، اما دو تا تفسیر میشد. یکی نظریه سلطنت مسلمان ذی شوکت که اگر سلطنت بتواند کشور رو اداره بکنه، مشروط به اینکه به علما و فقها و شریعت احترام بگذاره و به ظواهر شریعت هم احترام بگذاره، میتونه بدون اذن فقیه حکومت بکنه. اما گروه دیگری بودند که اینها معتقد به سلطنت اعتقاد داشتن، اما معتقد بودند که سلطنت به نیابت از ولایت عامه فقهاست که خود ولایت عامه فقها به نیابت از امام زمانه. در واقع این گروه اعتقاد دارن که روحانیون و فقها باید در امر سلطنت دنیوی با حکومت هم به نحوی شریک باشن. هر دو گروه نظرن حکومت رو قاصب می‌دونستن، هر دو گروه با دو نوع توجیه مختلف از سلطنت حمایت می‌کردن. ببینید اساساً در این نوع مواجهه هنوز بر اساس منطق قدیم سیاسی فقهای ما دارن میاندیشن. مفاهیم مدرن به هیچ وجه در اینها رسوخ پیدا نکرده. همینها بودن که در واقع اگر ما روشنفکران رو متهم به غرب زدگی میکنیم، همینها هم بودن در واقع یک نوع غرب ستیزی رو در جامعه ما به وجود آوردن. اینها از مواضع بسیار ارتجاعی با مفاهیم مدرن به اصطلاح برخورد کردن. تو لسان بعضی از اینها در واقع ملت، اصلا مفهوم ملت جا نداشت. ملت یعنی همون رعایا و در واقع چیزی در حد رمه، و حکومت نقش چوپان رو داشت و مصلحت رعیت رو به اصطلاح در این میدونستن که به اصطلاح حکومت تعیین بکنه. مفاهیمی مثل حقوق شهروندی، حقوق فردی و اجتماعی که در غرب شکل گرفته بود اساساً در ساختار اینها وجود نداشت. اینها وقتی با مفهوم آزادی مواجه شدن، اصلاً مفهوم آزادی رو نفهمیدن. مفهوم آزادی رو به معنای مفهوم حریت گرفتن. در برابر برده، عبد، کنیز، عدالت و مساواتی که در گفتمان مدرن بود اصلاً برای روحانیون سنتی ما لااقل در دوران آغازین مشروطه اصلاً به اصطلاح قابل فهم نبود. اینکه آقا افراد صرف نظر از جنسیت، ادیان، رنگ، نژاد با هم برابرند. مساواتی که در میان علمای ما بود حد اکثر محدود میشد به اینکه مسلمانان و غیر مسلمانان در یک جاهای با هم حقوق برابر دارن، ولی در یک جاهای دیگه در واقع با هم دیگه
خیلی متفاوتن. اگر شما مثلا به کتاب اوائد الایام ملا احمد نراقی رجوع کنید یا به کتاب ارشادنامه میرزای قمی، در واقع خیلی از علما به تبعیت اینها معتقدن که در واقع تا زمان حضور امام زمان جامعه نباید فاقد حکومت باشه، حتی باید از حکومت جائر و جابر و ظالم و مستبدم در واقع حمایت بکنه. میبینیم تا اینجا منطق همون منطق سیاسی قدیمه، مفاهیمی مثل مجلس، قانونگذاری، آزادی مشروطه وارد حوزه علمیه ما نشرود، فقط در حول و حوش مشروطه است که بحث‌های روحانیون ما در استمرار همون منطق سیاسی قدیم لیک با تفاوت‌هایی وارد صحنه میشه. اگر شما در مورد نسبت روحانیت با مردم بخواید، در واقع در دوران جنبش مشروطیت گروهی قائل به این هستن که هر حکومتی در زمان غیبت نامشروعه، اما اگه شرایط مساعد باشه مجاهد و فقیه عادل میتونه حکومت تشکیل بده، و این کاری بود که سید عبدالحسن لاری با همین طوری در جنوب ایران کرد، حکومت محلی تشکیل داد، ارتش تشکیل داد، حد میزد. آقای عبدالحسین لاری اعتقاد داشت قانونگذاری کفره، جایی که شرع هست قانونگذاری بشر کفره. اساسا هم در دوران صفویه و هم در دوران قاجار در بعضی از متون فقهی ما در واقع بلاد عالم تقسیم شد به بلاد کفر و بلاد به اصطلاح ایمان، بلاد اسلام و بلاد کفر. شخصی مثل سید عبدالحسن لاری معتقد بود هر چیزی که خارج از فقه باشه، خارج از شرع باشه کفره. سید عبدالحسن لاری حتی سعدی رو، مولانا رو، بایزید بسطامی رو، آراشون رو کفر میدونست. قانونگذاری به مراتب در واقع کفر، و خودش صراحتا اعلام میکرد قانونگذاری کفر است. چه قانونگذاری عثمانی و چه قانونگذاری فرنگی. خب آقای ابوطالبی ما در خدمتتون هستیم. میگم بله جناب آقای ابوطالبی، همش که فرمودن بحثای خیلی متنوعی طرح میشه، یه مقدار بلندتر اگه میشه عرض میکنم. بحثای خیلی متنوعی طرح میشه، ما هم خیلی بحث هست که باید بهش بحث کنیم. بحث سید جمال، بحث آخوندزاده، بحثای روشنایی، اینا بحثای مفصلی است. حالا بعد مفصل بحث هر کدومی که صلاح میدونید بله، آقای طالبی، آقای ابوطالبی بحث در مورد روحانیت شما بنده رو دعوت می‌کردید، در مورد روشنفکرا من اونجا بحثام و انتقادام به روشنفکرا هم بیان می‌کردم. بله بله، نه شما آخر روز آخوندزاده سید جمال عرض کردید، فهمیدید بندم عرض می‌کنم روز اینا بحثه. مثلا آخوندزاده شما میگید سنت رو کاملا رد نمی‌کنه، آخوندزاده تمام بدبختی عالم رو از دین میدونه. تو مکتوبات کمال الدوله شما مراجعه بفرمایید. گفتم همه‌شون چنین نبودن، همه روشن فکران ما چنین نبوده. آخوندزاده همه سنت رو رد نمی کند. حالا بگذاریم، من نفتاد بحث اخیرتون عرض کنم آقای دکتر. من راضی به همین بحثی که راضی به روحانیت فرمودید. اولا ببینید، بنده معتقد هستم که نظر سیاسی علما و اندیشه سیاسی علما با عمل کرده علما یه جاهای تفاوت داره. یعنی نظام سیاسی مطلوب علما با نحوه عمل کرده اونها با نظام سیاسی حاکم متفاوت است. شما اون اول فرمودید که علامه مجلسی این بحث مثلا سلطنت مسلمان زی شوکت و این حرفا، اینا در حقیقت تعابیری است که در یکی از کتاب‌ها اومده انواع نظریه‌های علما رو در حقیقت طرح کرده. اینا انواع نظریه نیست، اینا انواع مواجهه است. خود علامه مجلسی که می‌فرمایید، علامه مجلسی بحث در حقیقت حاکمیت فقها را که در بحث‌های ولایت فقیه مطرح میشه و برخی از فقها بحث حاکم رو در همون روایت ولایت فقیه در حد امور قضایی میدونن، علامه مجلسی اینو فراتر از امور قضایی. آقای ابوطالب من پوزش میخوام حکومت میاره. فقط ببینید سوال این است، سوال این است که سنخ شناسی مواجهه روحانیت با جهان مدرن چگونه است؟ بله. دست بر سر دیدگاه سیاسی هم نبود. حالا ما به عنوان یک نمونه به اصطلاح، اما سوال این است، من نکتم اینجاست آقای ابوطالبی، شما اگر من اشتباه میفرمایم اصلاح کنید. من معتقدم که روحانیون ما در واقع در مواجهه با جهان مدرن اساسا مفاهیم اساسی جهان مدرن رو درک نکرده بودن. شما حالا میفرمایید درک داشتن، بفرمایید. من عرض میکنم، ببینید اولا خوشم اگه اینو میخواید بگید چرا برمیگردید به اون بحثا. شما توقع دارید که در حقیقت علمای ما در عرصه سیاست و در هر جای دیگه با ادبیات مدرن صحبت کنن؟ به هیچ وجه. چرا میفهمید؟ نه، سوال مجری محترم برنامه بود که رابطه علمای ما با مردم چگونه بود. من ناچار شدم دیدگاه فقهی و سیاسیشون رو بیان کنم که اساسا مردم نقشی نداشتن. این دیدگاهی که شما بیان کردید صحیح نیست آقای دکتر. حالا بفرمایید شما استفاده میکنیم. عرض کردم دیگه علامه مجلسی نگاهی که شما میفرمایید به حکومت نداره.
علامه مجلسی امروز با این سلطانی که مواجه هست میبینه اینقدر میتواند. به تعبیر مرحوم نائینی در دوره مشروط، مرحوم نائینی میگه ولایت فقیه از باب امور حسبیه که یکی از مصادیق امور حسبی هم حکومته، از ضرورت فقهشی است. اینو در تنبیه‌نامه‌شون مطرح میکنه. ولی وقتی خود ایشون میفرمایند وقتی دست ما از معصوم کوتاهه، بعدم الانم با یه سلطانی مواجه هستیم، الان مشروطه دفع افسد به فاسده. ما اینقدر قدر مقدور ما برای برخورداری از اون میزانی که در حقیقت فقها دارن اینه که بیان در حقیقت بر مجلس و قوانین مجلس نظارت کنن. در بحث آزادی و مساوات چرا شما میفرمایید علما آزادی رو نفهمیدن و آزادی رو به معنای حریت؟ آزادی به معنای مدرن کلمه رو آقای عرض میکنه ابو طالبی، شما میفرمایید آزادی رو به معنای حریت گرفتن علما یا مساوات. اتفاقا علما خوب آزادی مدرن رو فهمیدن و لذا در ادبیات علما، در تلگراف ها هست، در تعبیرات آخوند خراسانی اتفاقا هست و مرحوم مازندرانی که نقد میکنن کسانی که عشاق آزادی پاریس. آزادی پاریس یعنی چی؟ یعنی آزادی که در انقلاب فرانسه مطرح شد. این علما فهمیدن چیست، ولی علما این نوع آزادی رو نمیپذیرند و لذا همونطور که شهید مطهری، شما شهید مطهری هم مثل علمای در مشروطه میدانید، روشنتر میدانید، شهید مطهری هم وقتی بحث آزادی رو طرح میکنه میگه آزادی حقیقی آزادی معنوی است. منتها بحث آزادی سیاسی به معنای مشارکت مردم، خب علما هم وقتی بحث عدالت خانه رو در نهضت مشروطه طرح کردن، عدالت خانه چه بود؟ عدالت خانه به تعبیر امثال شیخ فضل الله و سایر علمای مهاجر این بود، نمایندگان طبیعی اصناف مردم، و اینها یعنی نماینده مردم بیان در به اصطلاح قدرت سیاسی تأثیر گذار باشن و شاه رو محدود کنن. مساوات رو چرا علما نفهمیدن؟ اتفاقا دقیقاً شما در رسائل مشروطه مراجعه بفرمایید، تمام علما به این نکته اشاره میکنن، نه مساوات رو به اون معنی که شما میگید نمیدونن. علما میگن بله این روشنفکران میخواهن مساوات بین مسلم و کافر ایجاد کنن، بله علما میگن ما یه همچین مساواتی نداریم. علما میگن از نگاه دینی مساوات بین مسلم و کافر صحیح نیست، احکام شرعی ما میگه متفاوت است. اتفاقا علما رو این تأکید میکنن در رسائل مشروطه تقریبا بدون استثناء، حتی شخص شیخ فضل الله در ادبیاتش داره که حالا جزء بعدها مخالفین مشروطه به اون معنی که مستقر شد هست، اینها همه میگن مساوات به معنای مساوات بین حاکم و مردم، یعنی مردم و حاکم همه باید یک جور باشون برخورد بشه. اینو علما تصریح میکنن، یعنی همون بحثی که شما میفرمایید که در جامعه نباید تفاوتی باشه بین حاکمان و مردم و این مساوات وجود داشته باشه، ولی بله اون مساواتی که در فضای مدرن و غربی هست که بین مسلم و نمیدونم اهل کتاب و کافر تفاوت نمیگذارن و میگن نباید مساوی باشن، قطعا علما نمیپذیرفتن، امروز هم نمیپذیرن. به این صورت آقای ابوطالبی، وقتی شما از روحانیت صحبت میکنید یک کلیت وقتی شما از روحانیت صحبت میکنید یک کلیت یا درون روحانیت هم جریان‌های بسیار بسیار متعددی وجود شما کلیت صحبت فرمودید، من نظرم کلیت نیست. نه من داشتم تفکیک میکردم دیدگاه ها رو، من داشتم دیدگاه ها رو تفکیک میکردم. همه مساوات رو خوب فهمیدند و شاهدش هم نوع ادبیاتی است که اینا در رساله هاشون دارن، میگن ما این نوع مساواتی که غرب میگوید قبول نداریم، ما این نوع مساواتی که خودمون میگیم قبول داریم. شما میفرمایید که فقط مرحوم لاری اومد این کارو کرد. نه من دارم میگم ببینید، مثلا شما شیخ فضل الله رو در نظر بگیرید، شیخ فضل الله به اصطلاح از کلمه مشموم و منحوس آزادی صحبت بله، میکنه. بله، چون آزادی غربی اون معنا رو نمیپذیره. ببینید نه من حرفم آقای حریت فاسد آقای عشاق آزادی آقای ابوطالبی، فرق بنده و شما این است، بنده در این که شیخ فضل الله مفاهیم غربی را نمیپذیرد هیچ تردیدی ندارم، حرف من این است که آیا شیخ فضل الله مفهوم آزادی در آنچه که در به اصطلاح عالم مدرن شکل گرفته رو درک میکنه که انکار میکنه؟ به اعتقاد من نه. به اعتقاد من مفاهیمی که در یک بستر تاریخی دیگری شکل گرفته و بهش وقوف ندارن، شاید هم شرایط تاریخی اجازه نمیداد، اما درک روشنی اساسا. ببینید شما تمام حال میفرمایید که بین روحانی ما بین عمل و نظرشون فاصله وجود داشت، بنده هم دقیقاً همین میخوام بگم، یعنی میخوام بگم که یک نوع معرفت شناسی روشن، یک درک روشن از عقلانیت مدرن، عقلانیت دوره جدید،
سوبژکتیویسمی که در تاریخ متافیزیک غربی شکل گرفته، هیچ درکی وجود نداشت بر اساس منطق موقعیت خودشون علما، بسته به اینکه حالا این موقعیت چه نسبتی با شرایط اجتماعی پیدا میکنه، یک موازی رو گرفتن. از دل این موازی شما علما اتفاقا به نظر بنده کاملا مساوات و آزادی غربی رو درک کردن، ولی چون علما قرار است پایبند به یک سری اصولی باشد به عنوان اصول اعتقادی و دینیشون و اون اصول را پذیرفته اند و مبنای عقلانی هم این اصول دارد، به همین دلیل آزادی غربی، مساوات غربی رو به اون معنی شهرستانی هست رد میکنند. من این نکته را فقط عرض بکنم، شما میگید مثلا مرحوم لاری میگفت بلد کفر و بلد اسلام، هنوزم علما در کتابای فقهی بلد کفر و بلد اسلام. یکی از نکات منم همینه که بلد. نحوه مواجهه روحانیون ما خیلی با جهان مدرن فرق نکرده آقای ابوطالبی، این نکته رو با شما موافقم. فرقم بکنه سعی قرار بود فرق بکنه که اون وقت بعد از اصولشون دست برمی‌داشتن. شما توقع دارید علمای ما از اصولشون دست بردارن مدرن بشن؟ نه اصلا چنین نیست آقای ابوطالبی، من حرفم اینه اگر ما جهان مدرن رو نفهمیم نمی توانیم از خود دفاع کنیم و نمی توانیم در واقع جهان رو تغییر بدیم. آقای شهرستانی اگر امکان داشت یه مقدار بلندتر صحبت بفرمایید. اینو بگید که کجا نفهمیدن. آقای دکتر عبدالکریمی من یه سوالی از شما دارم. بفرمایید. با توجه به حالا من فقط وقت هم محدود است آقای شهرستانی، یک دقیقه هم ارادت دارم و در واقع کلیات مباحث شما رو، بسیار از مباحث شما رو میپسندم، اما این سوال من از شما اینه که شناخت ما از تجدد به عنوان یه تمدن نوظهور و بی سابقه تو تاریخ بشری و کاملا متفاوت با اتمسفر و افق تمدنی خود ما، آیا ممکنه که در یک روز و در یک مواجهه دفعی و آنی شکل بگیره؟ آیا شما نمیپذیرید که اصلا افق مواجهه ما با تجدد و روبروی ما با تجدد یه روبروی خیلی چالش برانگیزیه که اینجا نمیشه یقه روحانیت یا یقه حتی روشنفکران رو گرفت که چرا در مقطع مشروطیت حقیقت و حق و ذات مفهوم آزادی به معنای مدرن کلمه رو نمیگیم؟ آقای شهرستانی من امروز با شما موافقم. ببینید ما همین امروز هم با تجدد رو، هیچ تمدنی خارج از تجدد به نظر من همین امروز هم تجدد رو درست نشناخته و این نقص تمدن‌های دیگه نیست، این ناهمزبانی و ناهمزمانیه که تجدد با تمدن‌های دیگه داره. این ناهمزمانی خیلی مهمه ها، یعنی من روی این دست میخوام بگذارم آقای شهرستانی، مسئله ما ناهمزمانیه، این ناهمزمانی باید درک بشه. زمان رو خطی نگاه نکنید، به هیچ وجه خطی نگاه نمی کنم، زمان اونا جلوتر از ماند و ما عقب تاریخیم و از عقب نمیتونیم در واقع اون جلوی کاروان رو ببینیم. یه نگاه قرن 18 همیه، یه نگاه نظری کاملا حق با شماست. پس این ناهمزبانی و ناهمزمانی امر قهریه که توش آقای شهرستانی اگر بپذیریم که شناخت یک تمدن توسط یک تمدن دیگه، از جمله شناخت تمدن جدید غرب توسط ما، یک امر دفعی نیست، یک امر تدریجی است، چرا میخواین اصرار بکنید که در دوران مشروطه روشن روحانیون ما به درستی حقیقت غرب رو درک کردن؟ چرا نمیفرمایید که اونها در مراحل اولیه تاریخی بودن و شاید انتظار ما بی مورد است که بخوایم اونها در اون دوره تاریخی شناخت کافی و وافی داشته باشن؟ چرا نمیفرمایید که روحانیت ما نیاز به زمان داشت؟ بعد دقیقاً من چنین انتظاری ندارم و یعنی انتظار ما باید اصلاح بشه؟ من همچین انتظاری ندارم. شما چون انتقادتون اینه که چرا روحانیت در اون مقطع تاریخی، ببینید من حرفم بر این است که در واقع روحانیون ما برای مواجهه با عالم مدرن دارای موانعی هستن که هنوز این موانع کماکان بر جا مونده. یکی از این موانع اینه که ما اساسا عقلانیت جدید رو درک نمی کنیم و مفاهیم اونها رو. ببینید مثلا ما میگیم آزادی یعنی اباحه‌گری، واقعا آزادی مدرن صرفا به معنای اباحه‌گریه؟ یعنی باید این گونه تفسیر بکنیم؟ حالا ممکنه شما بفرمایید آری اباحه‌گری و لیبرالیسم اخلاقی یکی از نتایج و پیامدهای آزادی مدرن است، اگر این رو بفرمایید من با شما موافقم، اما اگر بگویید آزادی غربی صرفا یعنی اباحه‌گری و روحانی ما فهمیدن، بنده موافق نیستم. البته یعنی دکتر توجه دارید که تو مراحل اول مواجهه اون چیزی که برای روحانی مهمه و برای تمدن مهمه هم با همون شناخت سطحی و ابتدایی باید عمل بکنه، کمان که تمدن مدرن هم تمدن غربی کلا مواجهه شو با تمدن شما
هم به نتیجه من رسیدید. در واقع روحانیون ما بیشتر مردان عمل بودن تا مردان نظر. در افق روشنی در عرصه نظر حرکت نمی کردن، به همین دلیل در عرصه عمل با مشکل مواجه شدن. آزادی رو در دوره مستمنه اباحه گری گرفته. بله بفرمایید. روحانی در کدام رساله آزادی رو به معنای اباحه گری گرفته؟ نمونه شیخ فضل الله آقای شیخ فضل کجا میگه آزادی یعنی شما ایبایی؟ میتوانم به بعضی از متون من رجوع بدم؟ بفرمایید رجوع بدید. ببینید شما میتوانید اجازه بدید من منابع خودم فقط جسارتا وقت برنامه تقریبا تمامه. آزادی رو آقای دکتر در اونجا که نقد میکنن تعبیر صریحشون اینه که آزادی از مذهب را ما نمیپذیریم و دقیقاً آزادی مدرن آزادی آقای از مذهب. بله ببخشید جسارتا من واقعا عذرخواهی میکنم هم از شما از آقای شهرستانی هم از آقای دکتر عبدالکریمی، وقت برنامه تموم شده. من چون بحث نیمه تموم مانده یه قولی از مهمانان بگیرم که ایشالله بحث رو در هفته آینده ادامه بدیم اگر موافقید. من چون تیتراژ برنامه هم داره میره بازم تشکر میکنم از مهمانان برنامه و از شنوندگان محترم که وقتشون رو در اختیار برنامه گذاشتن و خداحافظی میکنم.